توضیح هم آسیب بدونی که این مسیر نخ مشخص بشه، بدونی که مسیر نخ مشخص بشه، بدونی که کبودی یا تورمی داشته باشه، در حالت عادی بدون لبخند بشه، قشنگ پوست رو اینجا میکشه و اینجا میکشه. سلام دوستان، خوب هستین؟ امروز من تو خدمت آقای دکتر مدیحی. ببخشید من دندونه پایین رو گفتم دارم درمان میکنم. بعد آقای دکتر یکی از دکترای خیلی خیلی حاضر وارد و در این حال منصف هستن. من 2 ساله به خاطر بیماریم نتونستم بیام جلو بوتاک کنم. الان دیگه خب با توجه به وزنی که کم کردم صورتم نیازه. ما در خدمت آقای دکتر مدیحی، ایشون هستن آقای دکتر مدیحی. سلام آقای دکتر، معمولا چه سنی میشه بوتاکس انجام بدیم؟ بوتاکس رو اگر قرار باشه که به منظور پیشگیری از چنین چروک باشه، از تقریبا سنین 25 به بالا ما انجام بدیم، ولی از سنین پایین تر هم انجام داریم. موردی دیگه، بعضی از پیشونیشون موقع حرف زدن استفاده میکنن، از هیجانات روحیشون نشون میدن. بعضی ها هستن که کلان پوست نازکی دارن، افت کرده پوستشون و اینا از سنین پایین تر هم براشون بوتاکس میکنن. و اینم بگم، واقعا میخوام بگم، میبینیم من الان نشستم و داره آقای دکتر واسم تزریق میکنه، اصلا درد نداره. انشالله که برای همه نداشته باشه. ممنون. احکام آقای دکتر، با بوتاکسون خط اخم وسط اخم هم رفت میشه یا ژل نیاز داره؟ این وقتی ما بوتاکس کردیم اینجا نتونست حرکت بکنه، 90% میره. منتها برای ترمیم که تشریف بودید، این رو با یه مقدار مختصری فیلر من براتون پرش میکنم که رفت میشه. بده بالا آبا، مرسی. نگه داره چند لحظه. من با توجه به وزنی که کم کردم میخواستم صورتم رو در واقع خط خندم رو فیلر بزنم، آقای دکتر گفتن نه، باید چیکار کنم؟ برای صورت افتاده ایشون که این مقدار کلاژناش رو به مقدار زیادی از دست داده و وزن خودشون نمیتونه تحمل کنه، من پیشنهاد نخ لیفت دادم به این صورت که این برامر رو براشون نخ میتونم انشالله چند روزی که تشریف بیارن و این باعث میشه که نه تنها صورت باز بشه، نخ و کلاژن سازی میکنه، پوست رو سفت میکنه و مانع افتادن صورت در آینده میشه. یعنی حتی سال دیگه هم انقدر قرار بوده بیفته نمیفته. به این صورت من براشون نخ هم گذاشت. چرا تو همین فیلم ها خواهید دید. چشمات جمع کن. مرسی، بلش کن. من بعد از آب رسان استفاده بکنی و پوست شما آب خود شما از درد داده. بله، دوران درمان خیلی پوستم خوش شد آقای دکتر. الان من دکتر آنکولوژم بلا فاصله اجازه دادن که بیام برای تزریق صورتم، من بلا فاصله اومدم خدمت. تا فردا رو به بالا میخوابی، اخم اخم بده بالا، اخم بده بالا. این تمرین رو هرچی بیشتر انجام بدی این قشنگتر بدید دوان میشه و برای تعمیر که تشریف آوردین چینایی رو هم بازی خواهیم کرد. ممنون، مرسی آقای. خب من امروز رفتم خدمت آقای دکتر. آقای دکتر گفتم پوستم نیاز داره که دو تا این و دو تا اون و نخ. حالا توضیحات رو خود ایشون میگن. آره، با توجه به اینکه پوستشون کلاژنش رو از دست داده در طول حالا سالیان و سال باشه، این درمانی که انجام دادن، این کلاژن با هیچ چیزی برنمیگرده بالا. به همین دلیل ما از اینجا یه نخ میذاریم برای اینجا که اینو به این صورت بکشه بالا. یه نخم همینطور عرضی از همین زاویه که این رو به این صورت بکشه بالا که پوست لیفت بشه و خودش رو نگه داره. درد که نداره؟ البته درد که احتمال زیاد نداره. ما رو بی‌اس‌سی انجام میدیم. به این اندازه که من زورم رو دارم با دستم نشون میدم، احتمالا نخ من اینقدر قدرت نداره، ولی مکانیزم همینه.
ما موقعی که نخ میذاریم 30% اثرش رو اول میبینیم، بقیه اثرش رو در طول 3 ماه آینده خواهیم دید و اتفاقی که میفته به این صورت خواهد بود. در ضمن هم عوامه، ببینید بوتاکس کردم نرفته بالا، خیلی طبیعی، خیلی طبیعی. از آقای دکترم تشکر میکنم. حالا توضیح هم حاسی بهت میدیم. ممنون آقای دکتر، عالی شد. نخی که ما اینجا گذاشتیم، اینجا بهتونم یه ورودی نخ، فقط همین داریم، همین یه دونه زخم. یعنی از همین جا شما میتونی بری مهمونی، بدونی که این مسیر نخ مشخص بشه، بدونی که مسیر نخ مشخص بشه، بدونی که کبودی یا تبرمی داشته باشه، در حالت عادی بدون لبخند بشه، قشنگ پوست رو اینجا میکشه و اینجا میکشه. این اثری که الان دارید میبینید مال 1/3 من دست که اینجا میذارم مسیر نخ هست که باید ایشون امشب یخ بذاره و مسیر صفر بشه. اینجا به همین صورت یه زخم کوچولو یه ذره ما اینجا داریم از همین مسیر و از همین مسیر نخ رو گذاشتیم و نخی که تونسته گونه رو بکشه و اینجا میزان کششی که ما روی چینای صورت داریم از در سر نخ پیداست. ممنون. قدم بعدی انشالله برای ایشون اگر مزوژل زیر چشم باشه، ایشون تیپ 1 سلبریتی رو میتونن پیدا بکنن. خواهش میکنم. آقای دکتر، بعد شما فرمودین که این نخ باعث میشه که کلاژن سازی هم بشه. تحریک کلاژن یخ رو بذار تجربه شده. تحریک کلاژن سازی در وسط تحریکی که نخ ایجاد میکنه، این نخ در طول 3 ماه هیدرولیز میشه و جذب پوست میشه میره، مثل نخهای بخیه که جذب بدن میشه، ولی آثار کلاژن سازی و تحریک کننده پوستش مثل یک نخ چسبنده، مثل یک خط چسبندگی سالیان سال در این مسیر باقی میمونه که با باز شدن اینجا خودشو داره نشون میده. ایشون در طول 3 ماه آینده هم بیشتر نخواهش میکشه و بیشتر و بیشتر میره بالا و خود نخ باعث تحریک کلاژن سازی اطرافش میشه. به همین دلیل من مثلا در مراحل بعدی ممکنه ما 2-3 تا نخ دیگه هم حتی این وسطا بذاریم، نه تنها اینو بکشه بالا بلکه کل پوست رو سفت کنه. ممنون، واقعا لطف کردین آقای دکتر. اشتراک که ببینیم کاملا مشخصه. دیگه اینجا اصلا رفت. واقعا لطف کرد. خب دوستان، امیدوارم که این بلاگی که خدمت آقای دکتر رسیدم و مراحل بوتاکس و نخ کشیدن پوست مورد توجهتون واقع شده باشه. تا یه بلاگ بعد، خدا نگهدارتون.